سلام دوستان، لحظه های دیوانه کننده که در دوربین گرفته شده است. حتما شما هم کسی را میشناسید که اهل چاخان و لاف زدن است و بدون مدرک داستانهای باور نکردنی تعریف میکند، اما ما اینطور نیستیم. در ویدیوی امروز لحظه های برتری را انتخاب کردیم که اگر توسط دوربین ثبت نمیشدن هیچ کس باور نمیکرد اتفاق افتادن. پس تا آخر با بوداپرس همراه باشید. نگاه کنید، واسل به خرگوش بزرگتر از خود حمله کرده که داد و فریاد خرگوش را کشیده است. یک دانشجوی دانشگاه در تگزاس عکس‌های فارغ التحصیلی خود را در کنار تمساح عظیم الجثه گرفت. مکنزی نولند 21 ساله در رشته زیست محیطی حیات وحش تحصیل کرده و تابستان خود را برای کارآموزی در یک پناهگاه تمساح در بومونت تگزاس میگذراند. او اخیراً عکس‌های غیرمعمولی برای فارغ التحصیلیش را خبرساز ساخت. اگر فکر میکردید تنها موجوداتی که به سرسره های آبی علاقمند انسان هستند، سخت در اشتباهید. یعنی تمساح هم علاقمندند. در آمریکا گربه ها از سگ ها فرار میکنن و بالای درخت ها میروند، اما در روسیه ماجرا فرق میکند. اگر کلمه توقف ناپذیر را در گوگل جستجو کنید قطعا تصویر این مرد بالا میآید. این مرغ نوروزی که از قاپیدن غذای توریستا خسته شده بود داخل مغازه رفت و خوراکی مورد علاقه اش را بدون پرداخت پول برداشت. این مرغ را آورده بود تا گوشتش را بخورد، ولی بهترین دوست این دختر شد. او را پوشاک میزند، در ماشین سوارش میکند، روی استرولر بچه میشاند، در ساحل میبرد و حتی با او آموزش داده که پیانو بازی کند و در ضمن با موبایل هم آشنایی دارد. این مرد تصمیم گرفت به جای توری ماهیگیری از دستش استفاده کند، اما فکر نمیکرد این اتفاق بیفتد. همیشه در بزرگ را باید مواظب باشید. تخت چوبی که راننده و مسافر را فقط اینچ خطا کرد و نجات یافت. دریا آرام به نظر می رسد، اما در یک لحظه همه چیز تغییر می کند. این افراد بسیار خوش شانس بودند. به نظر می رسد نیروی جاذبه روی این مرد تأثیر ندارد. این کشتی جنگی یک موشک پرتاب کرد، اما فکر نمی کردن کنار خودشان فرود بیاید. این مرد که از جانش سیر شده بود تصمیم گرفت با دستش به کرکودیل غذا بدهد و همه چیز طبق برنامه پیش می رفت تا اینکه داخل باتلاق افتاد. گربه های روسیه پشت در میو میو نمی کنن، بلکه زنگ خانه را می زنن. گربه شما در چنین موقعیتی چه کار می کند؟ تیم امداد در حال نجات دادن یک توریست از کوه بودن، اما فکر کنم اگر کمک نمی کردن بهتر بود. سر توریست بیچاره گیج رفت. دخترها به این شکل با دوستانش عکس می گیرن و پسرها به این صورت. این دختر توپی بولینگ را پرتاب کرد، اما توپ به سمت خودش برگشت. گویا فیلم بردار این ویدیو هیچ وحشتی از طوفانی بیرونی خانهش ندارد، چون با خونسرده کامل از پشت پنجره فیلم میگیرد.
این غازها حاضرن به خاطر یک تکنان از آن سر دنیا هم با شما بیاین. این هم یک گوشه از هنرنمایی راهب های معبد شاولین. این خبرنگار روسی می دانست که قرار است آتش را خاموش کنن، اما نمی دانست به این شکل خاموشش می کنن. در اینجا قدرت 42 تن آب را می بینید. این کوه یخ هم به کشتی انگشت وسط نشان دادن، انگار کشتی منظورش را فهمید. این کلیپ نشان می دهد که چرا نباید جرثقیل ها را کنار هم قرار بدهید. قدرت باد را ببینید. فکر کنم ببر فهمید که صاحبش می خواهد او را پیش دامپزشک ببرد، به خاطر همین تصمیم گرفت فرار کند. این گربه های روسی کلن فرق دارد. اگر از بالابر اسکی وحشت دارید، این کلیپ مخصوص شماست. همیشه در هر جمع یک نفر است که عکس ها را خراب کند. این فرد هم در حال فیلم گرفتن بود که ناگهان یک سقف بزرگ افتاد و ویدیویش را خراب کرد. نظرتان راجع به این جنگل چیست؟ خب در واقع این یک جنگل نیست، بلکه یک دریاچه در چین است. اینجا شبیه کارگاه تونی استارک در برزیل است. این سگ هم ثابت کرد اندام درشت مهم نیست و شهامت حرف اول را میزند. به مدرسه جادوگری هاگوارتس خوش آمدید. موضوع درس امروز پخش جرقه هاست. تصویری که میبینید مربوط به فواران یک کوه آتش فشان نیست، بلکه یک آتش بازی است که البته کمی ترسناک است. داخل بیابان آبی وجود ندارد، در نتیجه مردم بومی آتش را به روش خودشان خاموش میکنند. اسب های رد دد رد منشن از تمساح می ترسن، اما در دنیای واقعی اینطور نیست. حالا فرق بین پسران اسکیتباز و دختران اسکیتباز را ببینید. دخترها اینطوری روی موتور عکس می گیرن و پسرها اینطوری. خب دوستان خوبم، کدام یکی برایتان جذاب و جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدارتان.